چرا قانون اساسی در واقع وارد عمل شده در روز 26 ژانویه عملا وارد عمل شده 1950 قانون اساسی جدید هند مبتنی بر تساوی حقوق سکولاریسم سوسیالیسم و آزادی بیان اینجا عبارت نخستینش خیلی خیلی شبیه هست مثل قانون اساسی آمریکا میگه We the people of India ما مردم یعنی به نام نامی مردم قانون اساسی شروع میشه بایستی اینجوری باشه اگر بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد شد اون یه قانون اساسی نیست اون مال این قانون اساسی در حافظ حقوق الله الصمدی است هر کی الله الصمدی نیست دیگه در اون قانون جایی نداره بسم الله الرحمن الله الصمد این قانون نیست که پدر جان که آخه این است که دوستانی که میگن اصلاح پذیرن و اصلاحات کنیم چه اصلاحاتی با این قانون اساسی کجاشو میشه اصلاح کرد؟ الله الصمد رو کجاشو میخوای اصلاح کنی؟ بسم الله الرحمن قل هو الله احد این قانون مردم نیستین. از ابتدا این کله زشت مذهب میزنه در قانونی که قرار است حافظ حقوق بادین بیدین کافر ملحد از در واقع انسان بودن انسان ها رو میخواد این سیانت بکنه نقول هو الله احد الله الصمد هر کس معتقد است به الله الصمد بیاد جلو این است که میگوید ما مردم هندوستان بعد میگه که به عنوان یک کشور سوسیالیست سکولار دموکرات جمهوری سکولار دموکراتیک سوسیالیست این قانون رو بنیاد کردیم و برای همه مردم این سرزمین چی آوردیم؟ justice اول میگوید justice یعنی عدالت عدالت آوردیم عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی سه جور عدالت رو قانون اساسی هند بیان میکنه عدالت این عدالت چیزی که در مملکت ما نبوده قانون مینویسیم یه چماغدار میاد میگه بابا ببندین در این طویله رو و خودش و فامیلش در هیچ قالب قانونی نیستن که شما فکر میکنید قانون در این مملکت ما به قانون هست همین چیز پلیدی که نوشتن در باب کجا اجرا میشه در این قانون اساسی چه قانون اساسی است صدها بار ما دیدیم که مجرمین در خیابان به راحتی میگردن محترم و معزز قربانیان در زندان هستن قبلش هم همین جوره بوده قانون مشروطه ما انقلاب یه انقلاب بیشتر نباید داشتیم اما قانون مشروطه بود چون قوانین رعایت نشد و مجریان قانون باطل کنندگان قانون بودن به این روز افتادیم دوستان هر کس هر سخن دیگری گفت باطل گفته بیهوده گفته آسمان بود ریسمان بود نفت بود جیمی کارتر حرامزاده بود نمکیه فلان فلان شده بود گوادلوپ اینا همه سخنان لاطائله از نبود قانون بوده از نبود قانون همه بیچاره شدن از ابطال قانون کسی میتونه قانون هند رو باطل بکنه مثلا همچین چیزی نیست تصورش مشکله میگوید ما عدالت آوردیم به موجب این قانون اساسی ما در واقع این اندیشه راهنماست برای امروز آیندگان که در این کشور اول عدالت رو نام برد اول عدالت در زمینه اجتماع اقتصاد و سیاست اصلا شما بگردید در دیکشنری شما زندانی سیاسی پیدا نمی‌کنید زندانی سیاسی مگه زندانی سیاسی هم میسره جز در مملکت ما تو منطقه البته جای دیگه هم البته هستن در دور بر استبدادی و تشریف دارن هنوز دو لیبرتی آزادی اندیشه آزادی بیان آزادی اعتقاد آزادی مذهب و آزادی ورشیپ یعنی ورشیپ دعا کردن مناس براسم دینی خود رو انجام دادن آزادی دعا اهل سنت از وحشت ملا قابشون نیبره نه مسلمان هست میگه آقا اینا هم که مسلمان هست میگه بله اینها به اون عمر ملعون
اینا اعتقاد دارند و اینا. شاه مردان علی، لنگر زمین آسمان، ما زیر سایه فرزندان اولادشون هستیم. حالا یه محمد امروز بیدار بود، زنده بود، گردن اینا رو میزد، آقا دین منو برده، این علی شاگرد من بوده، خون غلام من بوده، داماد منم بوده، پسر عمو من بوده، اما بنیانگذار دین که نبوده که. بابا جان که چطور شد دین من باطل شده، این شده صاحب دین؟ خب بعد اول جستس، لیبرتی، ایکوالیتی. ایکوالیتی یعنی تساوی اپورتونیتی و استاتس برای همه، استاتس مقام. کمایی که شما ببینید که در دولت‌های هندوستان از جمع 22 میلیون سیک که اینا بیشتر اهل پنجاب هستن، یکیش همین الان که ما صحبت میکنیم مرد اقتصاددانیست، اقتصاددان بزرگیست، نخست وزیر هنده. بعض اوقات این مسلمان اونجا عرض کنم که رئیس جمهوره، کابینه مسیحی، استاتوس چون برابره، اپورتونیتی یکی هست، از دین شما نمیپرسن شما چه دینی دارید، میتونیم شغل بدیم یا نمیتونیم شغل بدیم. بهایای بیچاره حق مدرسه رفتن ندارن، اینقدر ظلم و تبعیض در این مملکت ما هست. بیا بگو مسلمانم بیا برو مدرسه، اونم 300 سال نمیگه، نبایدم بگه. تو بیا بگو من بهایی نیستم، من مسلمانم، ما چیز میکنیم، شما میتونید دانشگاه برید. حالا این اسلام چیکار کرده که بهایی نکرده؟ آقا بیاریم ببینیم. آقا من نمیدونم چه باید گفت آقا، همه سخنان هوایی بی منطقه دیگه، چه فرقی میکنه؟ دوست داره آقا، این دوست داره، یک انسان دوست داره که پیرو به تعلیمات حسین علی بهاءالله باشه، به کسی چه ربطی داره؟ آیا بایستی حقوق انسانیش رو نادیده گره؟ حق مدرسه، حق تعلیم و تربیت رو از او گرفت به جهت اینکه در خانواده بهایی به دنیا اومده. اینجا میگوید که مذهب دین آزاد، عدالت برای همه افراد هند، آزادی و equality of status and opportunity. ما یه همچین قانون اساسی لازم داریم و تا همچنین قانون اساسی در این کشور ایران زمین، کشور بزرگ ایران زمین، کشور عزیز ایران زمین، بر مردم گرامی ایران زمین حاکم نشود، ما به جایی نخواهیم رسید. آقا آدم ها که نمیشود که مثل کلقند کارخانه شاهزن همه یکسان باشن. آقا عقاید مختلفه، بیردی بیدینن، قبول ندارن، یه عده کلیمی هن، یه عده نمیدونم زرتشتی هستن. این چه ادبار و چه ستمکاریست واقعا در این مملکت. خب پس این سه اصل مهمه که اعلام شده در مقدمه قانون اساسی هندوستان، اول اعلام میکنه که طبیعت این دولت، اول اون که مستقله، قائم به ذات، سوسیالیست، سکولار، دموکرات هست و جمهوریه. اتفاقا ما عیناً همچی چیزی لازم داریم، ما یه حکومت سکولار، سوسیالیست، دموکراتیک لازم داریم. حالا نوعش چه باشد؟ البته خود مخلص خدمت شما بارها اینجا عرض کردم که این سیستم مشروطه سلطنتی خیلی خوب بود، در تئوری زیبا بود، اما دیگه میسر نیست، چون خیلی راحت مثل این
کارخونه جنرال موتور که خیلی راحت با یه پیچی میشود به جای اتومبیل تانک ساخت، شاهنشاهی خودش خیلی سریع میتونه دیکتاتور کنه، کسی هم جلوشو نگیره، چون به لحاظ تاریخی هم یک مشروعیتی داره. این تمایل رو در اون شخصی که شاه میشه هست که یک مرتبه کودتا کنه، حقوق مردم رو پایمال کنه. اینه که دیگه موثر نیست، من نمیبینم. اینه که جمهوری لااقل از دست آقای جمهوری رئیس جمهور میشه در آورد، یک کسی که رئیس جمهور انتخاب میشه تا مملکت را بیفته بریم بچه میشه. دموکراسی مثل یک طفلی است که به دنیا میاد، نیازمند این هست که در واقع نگهداری بشه تا به سخن بیاد، تا بتونه روی پاش بیسته، تا بعد نیرومند بشه، بعد بباله به قول معروف. نه ای که بدون نمده با پوتین بزنید تو دهنش بچه رو له کنید، بعد به این گرفتاری های عظیم دوچار بشه، این گیرین اژدهاهای آدم خار. چاره نداریم. خب این داستان رو با خدمت شما دنبال میکنیم. برید به هندوستان ببینید میزان ساخت و سازی که در این کشور شده، از قطار و از تشکیلات و از عرض میشود که گسترش کشاورزی و حیرت انگیز واقعا، با اینکه هندی کشور عقب مونده بوده تا 1150 مستعمره بوده، بیچاره ظرف این 70 سال حقیقتا پیشرفت‌های حیرت انگیز داره. امروز هم یکی از کشورهایی که میگویند در آینده صاحب قدرت جهانی خواهد بود، قدرت تراز اول، کشور هندوستان، به خاطر دموکراسیش. خب وقت ما در اینجا هموطنان گرامی پایان رسید، پس سعی میکنیم که دفعه آینده که برنامه داشتیم در اولمپیک کلکشن، یک نشستی، یک سمینار کوچکی در باب مولانا عبید زاکانی، روشنفکر بزرگ قرن هشتم، بین در واقع چگونه عرض کنم تردد میکرده بین شهر خودش قزوین و شیراز. از وارتان گرامی سپاسگزارم، از شما همه هموطنان همزبانان گرامی که توجه فرمودید سپاسگزارم، از آقای بیژن شارخ هم سپاسگزارم، همچنین از فرزین عزیزم که همواره کنار ما بوده است، این دوست عزیز، و دوستان بسیاری که من نامشون امشب فراموش کردم سپاسگزاری کنم رسما. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.